در همین هفته زنگ مکتب نواخته خواهد شد، اما مکتب‌های پسرانه نه از دختران. در آستانه سال نو آموزشی، خانواده‌های دانش آموزان نگران آینده فرزندانشان هستند و از امارت اسلامی می‌خواهند که در سال پیشرو به دخترانشان اجازه آموزش دهند. از ما 4 تا نواسه مثلا 7 تا سن از مکتب محروم شدن، ماندن دیگه از مارکی در خانه هستن. میگه نه با تا یک چی شود تدوین برشان گرفته شد که نه بره در مکتب خود بره. دو تا دخترک داریم، یک سن 8 است، یک سن 10 است. اینا خوشمند هستیم از امارات اسلامی میار اجازه بده که باز بره در مکتب. همزمان با این، شماری از دانش آموزان دختر میگویند که امارات اسلامی باید به دختران اجازه دهد که به مکتب و دانشگاه بروند. این دختران میگویند که اکنون دور ماندن از آموزش آنان را با مشکل روبرو ساخته است. از امارات اسلامی خواهش میکنم که دروازه مکتب را برای ما باز کند تا بتانیم به تحصیلات خود ادامه دهیم. از حکومت فعلی تقاضامندیم تا در سال آینده ای که در پیش رو داریم دروازه های مکتب برای ما باز شود. خواست ما از حکومت فعلی است که دروازه های مکتب برای تمام دختران باز کنند. بیش از 1.5 سال می شود که مکتب های متوسطه و لیسه برای دختران بسته هستند. بسته ماندن این مکتب ها بر کاروبار قرطاسی فروشان نیز اثر گذاشته است. شماری از قرطاسی فروشان می گویند که بازار فروش قلم و کتابچه به گونه کم پیشینه کاهش یافته است. برای ما یعنی فکر کو که 80% تاثیراتش است. خاک سابق دختران در مکتب می رفتن فروشات ولی حالا نیست. حالا فکر کو 20% ما کار مال. مردم حالا فعلا وضع اقتصادشون ضعیف است، مردم نمیخرند. سابق سالهای قبل بسیار از پیش ما دی وقت تا بکار نبودیم. تو روز میجید که تا برنان خوردن بکار نمیشد، مال بیخی کار بار نیست. در همین حال توماس ویست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان در صفحه تویترش نوشته است آموزش دختران بهترین کار خواهد بود که یک کشور برای بهبود زندگی انجام دهد.